پول آدمدار کجاست؟ نیستش. کی میاد؟ باش چیکار داری؟ میخوام باهاش مچ بازی کنم. مگه تو پلیسی کی داری ازم بازجویی میکنی؟ جواب بده عبدل. پول آدمدار کجاست و کی میاد؟ رئیس امروز نمیاد. پس بهش بگو که مواظب افرادش باشه. من نمیتونم تحمل کنم یه فودال منو تهدید کنه. در مورد کی داری حرف میزنی؟ هالو، خلیل ابراهیم بیگ. آدمی که تو کار مواد مخدر بوده نمیتونه ادعای پاکی کنه و حق نداره منو تهدید کنه. اون باید بابت اشتباهاتش به مردم حساب پس بده و کسی که انتقام مردمو میگیره من خواهم بود. گفتن چطور میتونی جونتو نجات بدی؟ من برای مردن وارد این تشکیلات شدم و تا زمان مرگم وظیفه‌مو انجام میدم. هیچ راه نجاتی هم ندارم. بس کن، تو دیگه لو رفتی زکی. اسکندر میکشتت. کار من هنوز تموم نشده. اگه به قیمت جونم هم تموم بشه باید کارمو تموم کنم. چرا نمیفهمی؟ تو هیچ شانسی برای زنده موندن نداری. یه درس دادم که احتمالش باشه امتحانش میکنم. میشه اینجا بودن منو به بزرگان خبر بدین؟ چی شده رئیس؟ دروغ رئیس. حالا چی کار کنی؟ چرا؟ بیا تو. قربان یه پیغام دارید. یکیو بفرست به این آدرس. چشم قربان. چی شده کانون؟ قربان بچه ها زکی رو پیدا کردن. همین الان با بهترین افرادت برو اونجا. من زکی رو از تو میخوام. چشم قربان.
وقتشه. برین تو. که 3 ماه به طول انجامید 150 سربازمون رو از دست دادیم. در ضمن اینو بگم عملیاتی که آرم ماتی دشمنای کشورمون تو مرزای غربی انجام دادیم یکی از بزرگترین عملیاتاییه که ما تو چند سال اخیر علیه دشمنانمون انجام دادیم. پس دیگه دست و پای ما بسته شد رئیس. به لطف رشادت های برای اینکه دست بزرگان رو نشه باید دست رو دست بذاریم. ضربه بزرگی آرمه ما خائنین وطن فروش وارد کنیم. ما رئیس از این بزرگان خیلی که بهمون نرسیده هیچ. حالا باید بریم خونه بشینیم و ظرف بشوریم. از پای در بیاریم. رئیس اسکندر کبیر زکی رو زنده نمیذاره. و همینطور تونستیم اونا رو از مرزای کشورمون دور کنیم. نتونستم مانعش بشم. اگه زکی رو بکشه ما خبردار نمیشیم. هیچ کاری از دستمون ساخته نیست. نه اینطوری هم نیست. زکی قراره تا صبح همون خبر بده. اگه خبری نشد میفهمیم که مرده و وارد عمل میشه. این بزرگان هم عجب آدمایی هستن. ببین به خاطر حفظ جونشون چه کارایی که نمیکنن. بیچاره زکی باید فدای اونا بشه. رئیس پلیس آنتالیا اعلام کرد چنانچه این خشونت‌ها ادامه یابد ناگزیر در شهر حالت اضطراری اعلام خواهد شد. همچنین برای برقراری آرامش شهر از وزارت دفاع درخواست کمک خواهند نمود که البته این کار موجب آشوب‌های بیشتری می‌گردد. مخالفین دولت اعلام کردند که وزارت دفاع نباید در این کار دخالت. وای زکی وای لعنتی ها باها چی کار کردن؟ قربان ممنون که نجاتم دادین. این چه حرفیه؟ لازم نیست تشکر کنی. یلدیز دروغ میگه فاد بیگ. من با چشمه خودم دیدم که دکتر بچه را سخت کرد. فاد بچه مردم به تو چه ربطی داره؟ الان موضوع بچه مردم نیست، موضوع کارمندای بابامه. یلدیز میگه بلوت دروغ میگه، بلوت میگه یلدیز دروغ میگه.
این که چیز تازه‌ای نیست. دو تا یلچین از هم متنفرن و هیچ وقت هم با هم کنار نمیان. فردا میبینمت. چطور میتونین به من شک داشته باشین و به یلدیز اعتماد کنین؟ عزیزم بهش شک کردم چون فکر کردم طرف مماتی رو میگیری. شک و تردیدم یه چیزیه که یا تو رو از پا در میاره یا طرف مقابل تو. بیا زکی جان بیا. دامادمون چیا ازت پرسید؟ خیلی چیزا قربان، بیشترش راجع به جاوید آکارسو بود. این آدم مثل کنه میمونه، مثل کنه. اگه به یکی گیر بده ولکنش نیست. تو چی بهش گفتی؟ هیچی قربان. برای زنده موندن حتما یه چیزایی بهش گفتی قربان. چون میدونستم اگه چیزی هم بگم زنده نمیذارتم چیزی نگفتم. جالبه، انگار زیادم شکنجت نکردن. چون تحت تعقیب بود زیاد وقت نداشت، گفت شب برمیگرده. زکی جان الان یه شک افتاده تو دلم و داره منو اذیت میکنه. من باید چی کار کنم؟ قربان من به شما خیانت نمی کنم. همیشه آدم ها به خودشون خیانت می کنن، نه به دیگران. بگیر زکی جان خودتو بکش و منو از شر این شک خلاص کن. شکم برطرف شد، برطرف شد. آفرین زکی. میدونستم به من خیانت نمی کنی. نه برطرف نشده. به جای این که من با این شک زندگی کنم بهتره تو بمیری. من همیشه گفتم اگه مردم با دولت همکاری کنن دولت هیچ وقت با موزلی به نام رشوه مواجه نخواهد شد و هیچ کس به خودش جرأت نمیده از مردم رشوه بگیره.
یعنی شما قبول دارین که دولت بدون همکاری مردم نمیتونه با این مشکل مبارزه کنه و اینکه قبول دارین تو بعضی از ادارات دولتی رشوه وجود داره. خب بینندگان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترممون رو شنیدین. متاسفانه وقت برنامه ما همینجا به پایان میرسه و مجبوریم از شما و کارشناس محترم برنامه خدافظی کنیم، اما از کارشناس محترممون میخواییم در برنامه بعدی هم ما رو همراهی کنن. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. نماتی، چرا مضطربی؟ مضطرب نیستم، منتظر خبرم. خبر مهمیه؟ اگه مهم نباشه برای چی مضطرب باشم؟ میخواستم یه چیزی بگم، اما باشه برای بعد. هرچی میخوای بگی بگو. نمیخوای بدونی بچه‌مون دختره یا پسر؟ نه نمیخوام بدونم، تو هم نمیخواد بدونی، چون فقط باید پسر به دنیا بیاری. یعنی چی؟ اگه دختر باشه چی؟ شانس آوردی مادر بچه‌می. مواظب باش کار دست خودت ندی. ولی گفته باشم اگه اصرار داری دختر به دنیا بیاری، کاری به این ندارم که مادر بچه‌می. اگه من چیزیم بشه تو دیوونه میشی. چرا؟ چون که تو منو خیلی دوست داری. رئیس، هنوز خبری نشده؟ عزیزم، بابا مقالشو فرستاده، بخونم؟ پولاد؟ بخون عزیزم، بخون. ما چرا دوباره فرانسه را به ناتو فراخواندیم؟ انتخاب راسموسن به سمت دبیر کلی ناتو باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مردم شد، در حالی که برخی از تغییر عقیده رئیس جمهور حمایت می‌کردند. برخی دیگر نیز انتخاب راسموسن را به این سمت پس از مخالفت اولیه ترکیه نشانه ضعف دولت می‌دانستند. ولی آیا هم از موضوع مهمتری غفلت نمی‌کنیم؟ فرانسه که به خواست خود از عضویت ناتو کنار کشیده بود، به درخواست ترکیه دوباره بازگشت. در مقابل چه چیزی از فرانسه عاید ترکیه شد؟ عضویت در اتحادیه اروپا؟ نه، چون روزی که فرانسه به ناتو برگشت، سارکوزی اعلام کرد که تنها حاضر است قراردادهای تجاری بیشتری با ترکیه امضا کند. پس ترکیه چه چیزی به دست آورد؟ یک مزایده بزرگ؟ نه. مانع شدن از ورود مهاجران ارمنی به کشورش؟ نه. تنها دلخوشی من کودتای 12 سپتامبر برای بازگشت یونان به ناتو بود. دولت عوض شد. این بار کودتا نشد. هنوز با دموکراسی ما را گول می‌زنند. بابام پشتش به کی گرمه که این چیزا رو می نویسه؟ هر کی هست قدرت زیادی داره. اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ آگهیشونو تو روزنامه دیدم، خواستم یه بار قضاشونو امتحان کنم. خوشت نیومد؟ نه، چرا خوشم نیاد؟ با تو همه جا برای من خوب و قشنگه، اما برام عجیبه چون تو از اینجور جاها خوشت نمی اومد. به باری که اون دختره توش میخونه نزدیکه. کدوم دختر؟ همون دختر خواننده که میگفتم، فوندا. از هرچی آهنگ و خواننده تو دنیا هست حالم به هم میخوره. چیزی گفتی؟ نه چیزی نگفتم، با خودم حرف می زدم. تو چرا امروز اینقدر بی حوصله ای؟ امروز یکی از دوستامو از دست دادم. واقعا؟ خبر نداشتم. چطور مرد؟ گرگا خوردنش. یعنی چی؟ مگه رفته بوده جنگل؟ مهم.
بفرمایید. اینجی تاتار اسم فامیلیش یادم رفته. شما اینجی خانومو میشناسین؟ اون منو میشناسه. سلام. سلام. چطوری؟ خوبم. تو چطور؟ خوبم. فوندا. خوشبختم. شما اسمی چیزی نداری؟ تو اسکندر رو نمیشناسی؟ مگه روزنامه نمیخونی؟ نه. من گرسنه نیست. برام آبجو بیار. یه خانم محترم آبجو میخوره؟ خب من یه خانم محترم نیستم. متاسفانه آبجو نداره. پس بر این صورت چیزی نمیخورم. چند تا سیدی خیلی خوب برات آوردم. قبل از اینکه بری یادم بنداز بدمشون بهت. از شنیدنشون لذت میبری. عالیه. اینجی جان، شما قراره با خانومی که ادعا میکنه محترم نیست در مورد کار صحبت کنین؟ نه، میخواستم سیدیا رو بهش بدم. بهش گفتم قبل از اینکه بره بار بیاد اینجا. معذرت میخوام. اگه میدونستم دوست پسرتم باهات مزاحمتون نمیشدم. ببخشین بابا می. بله بابا. تو چند سالته؟ 23. تو؟ اونقدر پیرم که سنم یادم نیست. نه بابا، اونقدرم پیر به نظر نمیای. دوروبر 43. این تنها حرف قشنگیه که امشب زدی. من با طرز حرف زدن بچه های امروزی یکم غریبم. زیادم غریبه نیستی. دوست دختره به این جوانی داری؟ دخترم عزیزم، پدر مادرت به تو یاد ندادن با یه بزرگتر چطور حرف بزنی؟ مامانم چرا؟ بابام که ندارم. معلومه. منو ببخشین. درست به موقع اومدی اینجی. من با این خانم آبم توی یه جوب نمیره. چرا؟ دوست به سرتو یه روز بیار بار صدای منو بشنوه. میدونی چیه دختر جون، من تو تمام عمرم صدای بمب و گلوله زیاد شنیدم، ولی هیچ وقت به اندازه صدای یه خواننده گوشمو آزار ندادن. ببینم منتظر کسی هستی؟ آره، ولی انگار دیگه نمیاد.
زندگی مشترک پولادخان چطور میگذره؟ حتما خوب میگذره. چرا منو به مراسم عروسیش نبردی؟ عروسی نبود که، پاگوشا بود. پاگوشا هم باشه باید منو میبردی، همه دوستاش بودن. کی اینا رو به تو گفته؟ اون کاظم کچل؟ نه، الان خودت لو دادی. پس بگو داریم رو هم تأثیر میذاریم. من مثل تو پر حرف شدم و تو یاد گرفتی از زیر زبون آدم ها حرف بکشی. خیلی خوب، دختر یا پسر؟ به نظر من که هیچ فرقی نمی کنه. اون روز داشتی از نگرانی میمردی، حتما آزمایش دادی. نمیگم. قمزه پسره. آفرین باربی. من خوبم. کاش اصرار نمی کردین از بیمارستان مرخص بشین. چیزیم نیست، هیچ جا مثل خونه نمیشه. الوان جون، نمیدونم اگه تو نبودی چی کار میکردم. خدا ازت راضی باشه الوان جون. بینندگان عزیز، حالا توجه بفرمایید به اخبار خارجی. امروز نیروهای حزب الله لبنان طی عملیاتی که از صبح زود شروع کردند، 25 موشک به خاک اسرائیل شلیک کردند که بر اثر اصابت یکی از این موشک ها به ساختمان اداره سازمان امنیت اسرائیل 10 تن کشته شدند. مماتی، به اخبار ورزشی این ساعت توجه. میتونی یه پاسپورت خارجی برای خودت جور کنی؟ پاسپورت آذربایجانی چطوره؟ خوبه. در این هفته تیم یکی رو سراغ دارم. امروز با پاسپورت خودت از کشور خارج شد، ولی شب با پاسپورت خارجی برگرد. میتونی؟ همچنین زمانی که روی ساخته، ولی فکر کنم بتونم از اختش در بیام. در مکانهای دوم و سوم قرار دارن. تو اینجا چی کار میکنی؟ صورتت چی شده؟ باید باهات حرف بزنم قمزه. فوت، اگه مماتی تو رو اینجا ببینه میکشتت. عزیزم، فقط با هم حرف میزنی. اگه اینجا مناسب نیست، بریم با ماشین یه دوری بزنیم. قول میدم زیاد طول نکشه.
با این درخواستت منو خیلی خوشحال کردی دوست عزیز. اگه تو میخوای پاسپورت معمولی که چیزی نیست، پاسپورت دیپلماتیک قرمز برات درست میکنم. قرمز آبی نداره نظیر، میرم و برمیگردم. هرچی تا بگی، کمتر از یه ماه اونجا نگهت نمیدارم. خانواده من مهمون نوازن، همشون ازت پذیرایی میکنن. بعد یه ماه هم برمیگردیم. دوست عزیز، ما یه بار بریم و برگردیم. اگه از اونجا خوشم اومد قول میدم یک سال مهمونتون بمونم. هر طور که خودت صلاح میدونی دوست من. راستی نظیر، میونه شما با روسا خوب هست یا نه؟ آره خوبه. مگه روسیه پشت ارمنستان نیست؟ چطور مگه؟ خب به جای اینکه با ما کل کل کنی، با روسا به خاطر باز کردن مرز ارمنستان قطع رابطه کن. تو خودتو با یه روس مقایسه میکنی؟ اونا روسن و ما هم ترکیم. اگه یه ماه تو باکو بمونی میفهمی ما از دست اونا چی میکشیم. یلدیز میگه تو هنوزم بارداری. یعنی چی؟ یعنی بچه تو سقط نکردی. دروغه. بلوط هم گفت دروغ میگه. بلوط پیشم بود، اون دید که من بچه رو سقط کردم. بلوط که به تو دروغ نمیگه. قدیما به هم دروغ نمیگفت، ولی میدونی بعد از جدایی من و تو دیگه بهش اعتماد ندارم. فواد، من باردار نیستم، بچه رو سقط کردم. پس شکمه چرا هنوز جلوه؟ تو چند روز همینطوریه. دروغ که نمیگی عزیزم. فواد، برای پرسیدن همین اومدی؟ لطفا نگهدار، میخوام پیاده شم. میخوای پیاده شی؟ عجله نکن. اول ماشینو میکوبم به یه جایی، بعد پیاده میشی عزیزم، پس عجله نکن. فواد ماشینو نگهدار. نه ترس، فوقش مثل من صورتت زخمی میشه. ولی اگه باردار باشی بچه تو از دست میدی. تو هم که باردار نیستی مگه نه؟ فواد تو رو خدا ماشین رو نگه دار. غمزه، اگه راستشو به هم نگی ماشین رو میکوبم به یه جایی. فواد ماشین رو نگه دار. ببین، باید تاوان دروغی رو که به من گفتی پس بدی عزیزم، باید پس بدی. حکمت جان، تو دعوتت نکنیم نمیای. آخه این روزا مشغولم. به چی مشغولی پسرم؟ به خودم مشغولم. این خودش بزرگترین مشغولیته. حتما در مورد اتفاقات اخیر تو روزنامه ها خوندی. نظرت چیه؟ منو ببخش بابا عمر، من به وقتش حرفامو زدم، دیگه نمیخوام دخالت کنم. آه، داره میگه گرفتاریم زیاده، اون وقت شما راجع به اتفاقات اخیر ازش میپرسین؟ واقعا کار حکمت خیلی سخته خانوم، من وارد اون کارا نمیشم. خب وارد نشو دخترم، یه بار دیگه بهش زنگ بزن. نیازی نیست بهش زنگ بزنم، پولاد نمیاد. این بچه تا کی میخواد به این کارش ادامه بده؟ خب همه که مثل من مجبور نیستن بازنشسته بشن، به درد هیچی نمیخورم، دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. پسرم ارهان، دیگه هیچ وقت این حرفو نزن. همتون تو وقتی زنده این باید به مردم خدمت کنین. مگه مجبوریم بابا عمر؟ شما آدم ها رو دوست دارین خدمت کنین، ثواب کسب کنین. من نگفتم به خاطر ثوابش خدمت کن، ثواب داره یا نداره باید هر طور شد خدمت کرد. چشمای زن من هیچی رو نمیدیدن، اما من بهش خدمت میکردم، هیچ شکایتی هم نداشتم. اگه خدا زنم رو برگردونه بازم بهش خدمت میکنم، اگه بر نمیگردونه آخرین نفسم هم بگیره تا برم اون دنیا پاداش خدمت هامو بگیرم. اگه این اتفاق نیفته چی؟ اون موقع
منم معتاد میشم و یه گوشه ای میافتم تا بمیرم. آه ببین پیش عروسم چه حرفایی میزنین. الان دخترم پیش خودش فکر میکنه تو این خونه یه آدم عاقل پیدا نمیشه. این چه حرفی مادر جون؟ حق با خاله نظیفه است. فردا اگه سر شوهرت بلایی اومد یادت نره به خدمتت ادامه بدی. پسرم هر کسی که دلش میسوزه نباید دل بقیه رم بسوزونه. ناامید شده نباید دیگرونم ناامید کنه پسرم. همه ی آدم ها یه روزی به مشکل برمیخورن. خودشونو ناامید، بیچاره، ترک شده و به درد نخور حس میکنن. ولی حقیقت چیز دیگه ایه. هر نفسی که میکشی تو اون نفس امید هست، چاره هست. چی شده کنان؟ قربان پولا دلمدارو گمش کرد. نمیتونین یه بار یه کارو درست انجام بدین کنان؟ چرت و پرت تحویل من نده. اون جلوی چشمتون بود، یعنی چی گمش کردین؟ یه آمریکایی به اسم برال تانفر به جاوید کمک میکنه. اون پخش کننده یه مواد مخدره، یه دیوونه یه به تمام معنا. جاوید توسط برال مواد پخش میکنه. تو کی هستی؟ عزرائیل. میخوای چی کار کنی؟ دک
زود باشی. همینطوری خوبه، برو جلو، پاس بده. داره تموم میشه. زود باشی. خوبه، همینطوری برو، پاس بده دیگه، لعنت خوب. برو جلو، برو. نه، اعصابمو خوش کرده. پاس بده. شیطونه میگه آفرین. اسمت دیگه چیکار می‌کنی؟ آفرین. خوبه، خوبه. این نه پاس بده. برو جلو، برو. همینطوری خوبه. آره، پاس بده. باش دیگه. وقت داره تموم میشه، وقتش نده، زود باش، زود باشی، بس بده دیگه، ما رو جلو. یکی به اسم سینان آلغان به جاوید کمک میکنه، یه هفت خط تموم عیاره. جاوید بدون اون نمیتونه هیچ کاری بکنه. خوبه، همینطوری پاس بده، زود باش، خیلی خوبه. فقط یه گل دیگه، چی کار میکنی؟ برو جلو، زود باش دیگه، تموم میشه، زود باش دیگه. آفرین. برو جلو، برو برو، خوبه خوبه، بزن دیگه، برو برو، همینجوری خوب باش دیگه، داره وقت تموم میشه، فقط یه گل دیگه میخوای، زود باش دیگه، زود باش. باشی که بزن دیگه، نشد بابا. سینان آلغان، وقت زیادی به پایان این بازی نمونده. اگه این بازی با همین نتیجه به پایان برسه، تکلیف تیم صعود کننده به مرحله بعدی مسابقات در بازی برگشت مشخص میشه. وقت داره تموم میشه، فقط 5 دقیقه وقت داره بگیره. چشم، الان شوت میکنم. این بازی برنده داشته باشه. از اینکه تا حالا با ما همراه بودین ازتون ممنونم. ممنون پسرم. دایی، سلامتیتون از قهر مهمتره. من با هیچ کس قهر نیستم. پس چرا گفتین از بیمارستان مرخصتون کنم؟ تو خونه حالم بهتره عبدال. محیط بیمارستان حالمو به هم میزنه. باشه دایی، اگه چیزی نیاز داشتی خبرم کن. شب بخیر. Ugh.